بیشتر صحبت کنیم در این باره با محمد نبی سروری، کارشناس روابط بین الملل از وین که با ما همراه هستند. سلام، وقت شما بخیر. جناب آقای سروری، به باور شما دلایل تأخیر اعلام نتایج نهایی انتخابات چه بوده؟ من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بینندگان محترمتان. خدمت در شود که انتخاباتی که همواره در پاکستان برگزار میشه معمولا یک جنبه ابزاری و نمایشی داره. مردم دو کشور هرگز تصمیم گیرنده نبوده نیست و امیدوارم که روند همچنان در آینده ادامه نداشته باشه. تصمیم گیرنده اصلی در حقیقت در پاکستان همی نظامی ها و اردوی پاکستان است و امینایان که به معنای واقعی کلمه، اما حکومت و سیاست و قدرت در پاکستان چی میکنن؟ مدیریت میکنن و اینا از سازکارهای دموکراتیک به منظوری از امو مشروعیت بخشیدن حکومت منتخب و دلخواهشان استفاده میکنم. من فکر میکنم که اگر اعلام نتایج انتخابات تا چند روز آینده به تأخیر بیفته، یک اتفاق خاصی در کشور نخواهد افتاد و نتیجه همون چیزی میشه که در حقیقت نظامی های کشور میخواهد. بله، احزاب عمده و رقبای اصلی انتخابات همه ادعای پیروزی دارند. با اعلام نتایج نهایی آیا این تنش های سیاسی عمیق‌تر خواهند شد؟ مسلم است که با اعلام نتایج نهایی از این گونه انتخابات های مهندسی شده تنش های سیاسی به طور قطعی افزایش پیدا میکنه. اما قسمی که ما و شما در جریان هستیم، بر حسب اعلام نتایج ابتدایی از انتخابات پاکستان، حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان پیشگام هستن و اینا اعلان کردن که اگر اعلام نتایج نهایی به تأخیر بیفته ما دعوت به فراخوان عمومی میکنیم و مردم ها که به صورت گسترده یک راهپیمایی سراسری در سرتاسر پاکستان به وجود بیاید. و از طرف دیگر احزاب دیگر هم میبینیم که به دنبال ائتلاف است با سایر احزاب، از جمله حزب مسلم لیگ میبینیم که با حزب مردم و حزب خلق وارد ائتلاف شده و آن هم در تبانی با نظامی های پاکستان تا زمینه یک حکومت ائتلافی در پاکستان فراهم کنند و به وجود بیاورند. با وجود از این حزب تحریک اسلامی پاکستان، تحریک انصاف پاکستان پیشتازه در این انتخابات که رهبرش هم در زندان به سر میبره. بله آقای سروری، بازتاب و واکنش های بین المللی انتخابات پارلمانی پاکستان چگونه بوده است؟ واکنش های بین المللی از کشورهای مختلف در قبال از این انتخابات پاکستان به صورت بسیار گسترده بوده و اکثریت کشورها در قبال از این انتخابات مجهولی که مثلا در پاکستان برگزار شده ابراز نگرانی کرده و از جمله میتونیم به کشورهای چون ایالات متحده آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا اشاره کنیم که کشورها هر کدام به صورت جداگانه یک بیانیه های را صادر کردن و خواستار تحقیق بیشتر در قبال از انتخابات پاکستان شدند. سپاسگزارم از توضیحات شما. محمد نبی سروری، کارشناس روابط بین الملل از وین.